یکی از دغدغه هایی که دانشجوهای ایرانی ممکنه توی کشورهای دیگه در ابتدا داشته باشن اینه که با سبک زندگی های مواجه میشن که توی ایران ممنوع بوده. بعضی از دانشجوها هیچ وقت با این سبک مواجه نشده بودن پیش از این. به خاطر همین سالهای اول زندگی توی کشوری مثل آمریکا کنار تطابق با آب و هوای جدید، سبک غذایی جدید، زبان جدید و دلتنگی گذار فرهنگی هم اضافه میشه. میرن و تجربه میکنن این سبک زندگی ممنوع رو و بعد تصمیم میگیرن که آیا میخوان ادامه بدن یا نه. الان من میخوام در مورد مشروب صحبت کنم. نه برای اون ایرانی هایی که توی ایران هم در خلوت شراب مینوشیدن. برای اون دسته ای که از خانواده های سنتی میان اینجا. همیشه سرشون توی درس و کتاب بوده و هیچ تجربه ای از این دست ندارن. آدمی که اونقدر متحور و شجاعه که زندگیش رو توی کشور خودش رها میکنه و در دیار غربت ادامه تحصیل میده، این آدم از ریسک کردن نمیترسه. ولی خب واقعیت اینه که هر ریسکی یک قواعد بازی داره که شما باید اون رو بلد باشی تا زمین نخوری. اگر تا حالا لب به مشروب نزدین، شما نمیدونید واکنش بدنتون به مشروب چیه و چه دوزی از چه مشروبی ممکنه شما رو مست کنه و از حالت طبیعی خارج کنه. ممکنه حتی یک آبجوی کوچیک هم اوایل شما رو مست کنه. چه کسی میدونه هنگام مستی چه حرکاتی از شما سر میزنه؟ ممکنه در اون حالت رفتاری نشون بدید که بقیه عمرتون رو تحت تاثیر قرار بده. این مسئله واقعا اتفاق افتاده. برای همین تا اونجایی که امکان داره قبل از خوردن مشروب از میزان الکل داخل مشروب اطلاع داشته باشید. در ابتدا کم بخورید. با غریبه ها مشروب نخورید. منظورم از غریبه جنس مخالف ایرانی یا خارجیه. هیچ فرقی هم نمی کنه که شما پسر هستین یا دختر. خیلی فکر نکنید چون پسرین قرار نیست براتون اتفاقی بیفته. با غریبه ها مشروب نخورید. یعنی حتی اون ایرانی که چند ماهی در آمریکا میشناسیدش. متاسفم که بگم بعضی قدیمی ها از این نابلد بودن تازه وارد ها سوء استفاده میکنن. به مرور زمان میفهمید که وقتی مست میشین چه واکنش هایی ممکنه نشون بدید و در این مورد تدبیر میکنید، ولی اوایل باید خیلی دقت کنید و مواظب باشید. بعضی ایرانی ها فکر میکنن آمریکا هیچ قاعده ای برای این جور چیزها نداره. اشتباه محض. اصلا اینطور نیست. توی بعضی ایالت های آمریکا از جمله تگزاس شما نمیتونید مشروب به دست توی خیابون قدم بزنید. حتی آبجو هم نمیتونید دستتون بگیرید. توی خیلی از دانشگاه‌ها اصلا نوشیدنی الکل‌دار نمیفروشن. شما حتما باید بالای 21 سال باشین که بتونین داخل بار برید و باید حتما آیدی کارت معتبر داشته باشین که نشون بده چند سالتونه. بنابراین مهمه که بدونین قوانین شهر و دانشگاهی که توش پذیرش گرفتین درباره نوشیدنی الکل‌دار چیه تا یه وقت به دردسر نیفتین. شده که دانشجوهای ایرانی از این موضوع با خبر نبودن و پلیس دستگیرشون کرده. امیدوارم هیچ وقت برای شما چنین اتفاقی نیفته. مواظب خودتون باشید خارج از ایران.